کانال سم و کلبی بیشتر وقتا ویدیوهایی با حضور خودشون و گروهی از دوستاشون از مکانهای تسخیر شده جنزده و متروکه میسازن. ویدیوهای اونا همیشه ترسناکه و داخل همه ویدیوهایی که به مکانهای تسخیر شده میرن همیشه یه اتفاق ماورالطبیعی هست که بیفته. شاید اون اتفاق جزئی باشه و به چشم نیاد و شاید هم اونقدر بزرگ و مهیب باشه که اون دوتا رو بترسونه، اما از حق نگذریم، ویدیوهاشون خیلی جذاب با سرگرم کننده است و واقعا برای ویدیوها خطر میکنن. اما یه شب وحشتناکترین اتفاق ممکن توی کانالشون میفته و اونو به هیچ وجه متوجهش نمیشن. در یه ویدئویی با عنوان جستجو در دیوونه خونی متروکه، سم و کلبی همراه کانال آیرلند بویز از یه دیوونه خونی رها شده در داخل جنگل بازدید کردند. درست مثل خیلی از ویدئوهای جستجوشون، اونو ساختمون رو میگردن و دارن حس میکنن که جز اونو کسی دیگه‌ای هم هست و تنها نیستن. اونا استرس دارن و با ترس دارن ساختمون رو بررسی میکنن، اما همونطور که با احتیاط راه میرن صدای آژیر پلیس رو میشنون که از دور داره میاد. فکر میکنن که پلیس به خاطر اونا اومده، چون که اساساً بازدید از این مکان از نظر فنی جرم حساب میشه. پس گروه از ساختمون فرار میکنه و به جنگل‌های اطراف میره. درست در این لحظاته که یه سری از اتفاقات عجیب و غریب شروع میشه و یوتیوبرها اصلاً نمیدونن که باید چی کار کنن. اونا متوجه میشن چند نفر ناشناس وارد ساختمونی که اونا ترک کردن شدن و یه هلیکوپتر با چراغ‌های پرنور داره دنبال یه چیزی میگرده و روی سر اونا پرواز میکنه. اونا داخل جنگل میدوئن و سعی میکنن فرار کنن که ناگهان فریادهای آغشته به خونه یه زن که نزدیکشونه رو میشنون. یه زنی داخل یه جنگل خلوت، اونم توی نصف شب بود و برای کمک جیغ میکشید، اما گروه ترسیده بود، برای همین از اونجا به سرعت فرار کردن و ویدیو جستجو در دیوونه خونه متروکه رو تموم کردن. بعد از اون شب و آپلود اون ویدیو، ویوورا کنجکاو شدن و خواستن درباره اتفاقی که اون شب افتاد بیشتر بدونن. چند هفته بعد همه ویوورا متوجه شدن که اون اتفاق واقعی بود و قطعا توسط سم و کلبی برای ویو گرفتن برنامه ریزی نشده بود. اگه به این نقشه نگاه کنید، گروه یوتیوب در اوایل سپتامبر 2017 در این جنگل بودن. در 13 سپتامبر دقیقا در همین جا جسد لورن والن باردار در قبری کم عمق پیدا شد. اون به مدت 9 روز گم شده بود. اگرچه ارتباط بین اون دوتا تایید نشد، ولی میشه به راحتی تصور کرد که اون موقع داخل جنگل این فریادهای دردناک از کجا می اومد؟ شاید اگه یوتیوبرها فرار نمی کردن الان اون مادر باردار زنده بود. یوسف احمدی یه یوتیوبر بریتانیایی بود که اکثر ویدیوهاش درباره رفتن به مکانهای ترسناک و متروکه بود. بیشتر ویدیوهایی که میذاشت داخلشون اتفاق خاصی نمیافتاد، یعنی توی اکثر جستجوهاش هیچ اتفاق ترسناک و ماورایی نمیافتاد، تا اینکه ویدیویی در جوان 2016 در چنلش آپلود شد و یک کشف وحشتناک و عجیبی رو به تصویر کشید. یوسف و دوستش برای چندمین بار میخواستن وارد یه ساختمانی بشن و هر بار توسط نیروهای امنیتی دستگیر و بیرون می شدن، اما سرانجام اونا تونستن از دست نگهبانا فرار کنن و به سمت یه خونه بزرگ متروکه شده برن. یوسف توی ویدیو می گفت داخل خونه کارهای شیطانی انجام میشه و اون می خواست وارد خونه بشه تا ببینه این حرف درسته یا نه. وقتی که اون دو نفر به خونه نزدیک شدن، هر دوشون احساس ناراحتی کردن و همچنین یه بوی بدی رو حس کردن که از داخل ساختمون می اومد. اونا دور ساختمون میچرخیدن تا یه راهی رو برای وارد شدن به خونه پیدا کنن، تا اینکه یه پنجره باز که زیرش نردبون بود رو پیدا کردن. روی پله‌های نردبون یه ماده قرمز رنگی ریخته شده بود که به احتمال زیاد اون ماده خون انسان بود و باعث میشد اون دو نفر از وارد شدن به خونه به شدت بترسن. یوسف تصمیم گرفت به داخل بره و آروم آروم از نردبون بالا رفت و این چیز رو دید. اوه وای چه فاکینگ
شده. مای دیز، او شیت، کام بک، فاکین هری آپ. در کمال وحشت زمانی که به داخل پنجره نگاه میکرد یک جسم وحشتناکی رو دید که به نظر میرسید یک جسد رو با پارچه سفید آغشته به خون پوشونده بودن. یوسف و دوستش بلافاصله وحشت کردن و از خونه فرار کردن و از اون منطقه خارج شدن. از زمان آپلود این ویدیو خیلی از ویوورها واقعی بودن ویدیو رو زیر سوال بردن، اما بعضیا بر این باورن که جسد واقعیه و متعلق به یه فرد شیطان پرسته و از اون جسد در یه مراسم شیطانی استفاده کرده و یا توسط یه قاتل روانی قربانی شده. اما کسایی هم هستن که فکر میکنن این اتفاق صرفا یه شوخی بی‌ضرر بود و یه جسد فیک زیر پارچه مخفی شده بود تا ویوهای ویدیو زیاد بشه. ولی نظر شما چیه؟ شما چی فکر میکنی؟ Adventure Purpose یک چنل یوتیوبیه که روی پیدا کردن چیزهای رها شده توی دریاچه‌ها و برکه‌ها تمرکز داره. این چیزها معمولاً به پرونده‌های جنایی واقعی مربوط میشه. ممکنه چیزی که از داخل آب پیدا می‌کنن ماشین یه مجرم و قاتل باشه و یا لباس و لوازم یه فرد گم شده. هدف این کانال اساساً کمک کردن به تحقیقات پلیس و همچنین کمک به محیط زیسته. به همین دلیل در 26 می 2020 اعضای این گروه قصد دارن در یک پاکسازی جمعی بزرگ از دریاچه‌ای در پورتلند اورگن شرکت کنند. اونا سرنخ‌هایی از چندین وسیله نقلیه پیدا کردند که در ته دریاچه غرق شده بودند. در روزی که جزر و مد کم بود، گروه نقشه‌ای می‌کشه که هر یک از ماشین‌ها رو با دقت از آب بیرون بکشند و اونا رو تمیز کنند. اعضای گروه لباس‌های غواصیشون رو می‌پوشند و شروع به غواصی در داخل دریاچه می‌کنند. به عمق میرن و به هر ماشینی که میرسن اون رو با وسایل مخصوص موقعیتش رو مشخص میکنن و بعد بهش قلاب وصل میکنن تا اون وسیله با کمک جرثقیل به بیرون آب کشیده بشه. اونا به سرعت اولین ماشین رو پیدا میکنن و بعد از وصل کردن قلاب به ماشین اون رو به خشکی میکشن و در این لحظه اعضای گروه لایو رو آغاز میکنن تا این لحظه شیرین کشفشون رو به همه به صورت زنده نشون بدن. خیلی از افراد گروه داوطلبانه وقت خودشون رو صرف اکتشاف در دریاچه کردند و درست در زمانی که اولین ماشین از دریاچه بیرون اومد متوجه شدند که چیز خیلی وحشتناکی رو کشف کردند. There's a shoe in there. جسد متلاشی شده و چندی که استخون در صندلی جلو نشسته بود. پس از اومدن پلیسا تحقیقات نشون داد که این جسد متعلق به تیموتی رابینسونه، مردی که در 27 نوامبر 2018 ناپدید شد و تا 12 سال هیچ کسی ازش خبری نداشت. به خانوادش اطلاع داده شد و اونا بالاخره پس از سالها فهمیدن که چه بلایی سر عزیزش اومده. کانر کلی و خانوادش در حال کاوش در معدن مک‌کوی در نوادا بودند. یه معدن متروکه در بیابان که هنوز بخشی از ورودیش تخریب نشده و قابل دسترسه. گروه شروع به سفر در اعماق معدن می‌کنند. غار یا معدن به شدت بزرگه و آثارهایی از گذشته روی دیوارها دیده میشه. گروه ساکته چون کسی نمیخواد با صدا درست کردن سنگ‌های سقف غار رو به لرزه در بیاره. اما خیلی نمیگذره که به چیزی میرسن که دیگه نمیتونن راجبش حرفی نزنن. گروه انبوهی از کفش‌های بچگانه و چند تیکه استخون پیدا میکنه. همه اعضای گروه خیلی سریع میترسن و محتاط میشن چون نمیدونن با چه چیزی مواجه هستن. حتی یکی از اعضا اسلحه خودش رو در میاره تا با یه موجود شکارچی یا یه قاتل احتمالی روبرو بشه. بعد از چند دقیقه بررسی کردن کفشا گروه کمی جلوتر میره و استخونهای بیشتری رو روی زمین پیدا میکنه. ویورهایی که ویدیو رو دیدن اینو گفتن که به نظر نمیرسه استخونها برای انسانها باشه. احتمالاً اینا استخونهای حیواناتیه که یه حیوان وحشی مثل شیر کوهی شکارشون کرده و داخل غار خوردتشون. اما کفش‌های بچگانه داخل غار
داستان متفاوتی داره، هیچ توضیح مشخصی براش وجود نداره و شاید هم هرگز وجود نخواهد داشت. اما یه تئوری راجبش هست. حد زده میشه این کفشا غنایم جمع‌آوری شده توسط یه قاتل زنجیره‌ای از قربانی‌هاش بوده. اگه به کفشا نگاه کنید میبینید که به شکل‌های مختلف بسته شدن. بعضی کفشا اونقدر کهنه به نظر میان که انگار برای چند دهه اونجا بودن و بعضیا هم انگار کمتر از چند سال از عمرشون اونجا میگذره. این کفشا یه دفعه اینجا ریخته نشدن، بلکه یک کالکشنی بوده که شخصی تونسته اونا رو دونه به دونه جمع کنه. خانواده غارو ترک کردن و به هیچ نتیجه‌ای نرسیدن. انگری گرنپا کانالیه که درباره داستانهای یه نوه و پدر بزرگ عصبانی ویدیو میسازه و اکثر ویدیوها خرابکاریهای پدر بزرگه رو نشون میده و اساسا محتوای این کانال فانه و ربطی به موضوعات ترسناک نداره، اما یکی از ویدیوها کاملا با بقیه فرق میکنه و یه اتفاق پارانورمال داخلش میفته. فقط سطل زباله پشت پدر بزرگه رو ببینید. به نظر میرسه کسی یا یه چیزی با سر خیلی کوچیک از پشت زباله به اونا نگاه میکنه و بعدش ناپدید میشه. سر خیلی کوچیکه و نمیشه گفت که برای یه بچه هست. و چیزی که ویدیو رو واقعی تر میکنه اینه که اصلا توی تایتل و تامنین ویدیو اشاره به این موجود ترسناک نشده. اینجا یه ویدیوی بهتون نشون داده میشه که پیشنهاد میکنم حتما ببینیدش. اگه دوست دارید بازم درباره چیزای ترسناک ما برای ویدیو بسازم حتما توی کامنت ها به هم بگید و اگه براتون ترسناک بود لطفا ویدیو رو لایکش کنید و مرسی که تا آخرش با من بودید. تا ویدیوهای دیگه میبینمتون. چوز.